کتاب سرگذشت بهرام چوبی در یکی از این روزها موقعی که هنوز بیش از چند ساعت از طلوع آفتاب نگذشته بود سپاهیان بهرام چوبین و سپه بود شورشی به یکدیگر رسیده و بلافاصله در برابر هم صف بستند به نظر می رسید که افراد هر دو سپاه نیرومند، مسمم و کینجو هستند. اطرافیان سپه بود همگی کینه ای شدید در دل داشتند. می که هر یک از افراد هرمز را که از بین ببرند به منزله آن است که انتقام شدیدی از او گرفته باشند. از این رو مصمم بودن مردانه به جنگن و مجال زنده ماندن و برگشتن به یکی از افراد دشمن را ندهند. امراهان بهرام هم فکر می کردن که باید مردانه بجنگند جنگن و این مردمان را به هر نحوی که هست از پیش پای خود بردارند. چون این سربازان معتقد بودند که هرمز مظهر اهورا مزداست و باید در این موقع بحرانی او را حفظ کرد و دشمنانش را از بین برد. از طرفی بهرام و سپه بود که فرماندهان این دو سپاه محسوب می شدن هر یک به نوبه خود می تا نیروی ایمان و علاقه به جنگ را در افراد تحت فرماندهی خود زنده نگاه دارند. زمانی که آفتاب آرام آرام خود را به وسط آسمان می کشید، حملات دو نیروی متخاصم علیه یکدیگر آغاز گردید. در همان شروع جنگ کشتاری شدید در گرفت و از هر دو طرف تعداد بیشماری کشته و مجروح شدند. همین امر موجب شد که هر دو فرمانده بر سعی و کوشش خود بیفزاگن اما آشنا نبودن سربازان بهرام به موازه سپاهیان آزرابادگان باعث شد که تلفات بیشتری متحمل شوند و در نتیجه تا حدودی روحی خود را از دست بدهند. بهرام که فکر نمی کرد دوچاره چون این وضع بغرنجی گردد وقتی دید سربازانش معیوسانه می جنگن و کمترین امیدی به فتح و پیروزی خود ندارند بدون تأمل خود را به صفوف مقدم لشکریان رسانید و در همان حال که شمشیرش از شب و را سربازان دشمن را به خاک و خون می کشید خطاب به افراد خود فریاد کشید. برادران جدیت کنید و این سربازان تو خالی را عقب برانید به ظاهر پرتم تراغ آنها نگاه نکنید مطمئن باشید که آنها از شجاعت بویی نبردند و از مقابله با شما حراسناک هستند سخنان بهرام چنان سربازان را به هیجان آورد که دیگر منتظر تمام شدن حرفهای او نشدند با روحیه تازه ای قدم پیش نهاده و با دشمن مردانه جنگیدند ولی ساعتی بعد با ورود دستجات تازه نفسی که برای کمک به سپه بود آمده بودند دوباره به خانه قبلی خود بازگشتند. بهرام هم که ورود قوای کمکی را به میدان جنگ دیده بود دریافت که دیگر هرگز نخواهد توانست در برابر آن سپاه کسیر مقاومت کند. اما چون هنوز امید خود را از دست نداده بود دوباره به میان سربازانش رفت و برای آنها چند نطق آتشین کرد. همین امر موجب تشجیه سربازان شد به طوری که با تمام تلاش های سپه بود و افسران ستادش که میکوشیدن پیش از فرارسیدن شب جنگ را با پیروزی به پایان برسانند در مقابل سیل دشمنان آنقدر پایداری کردند تا آنکه شب از راه رسید و جنگ خود به خود متوقف شد صبح روز بعد دو سپاه متخاصم برای دومین بار در برابر هم صف کشیدند اما قبل از آنکه افراد دو طرف به هم بتازند و کشت و کشتار را از سر بگیرند ناگهان از پشت سر سپاهیان بهرام گرد و خاک زیادی به هوا برخاست چند دقیقه بعد بهرام و لشکریانش در عین ناباوری مشاهده کردند که آن گرد و خاک عظیم بر اثر نزدیک شدن این متشکل از ده هزار سوار بوده که هرمز به یاری بهرام فرستاده است همین که سواران کمکی به صفوف لشکریان بهرام پیوستن او بدون تعمل فرمان حمله داد. سربازان بهرام که هنوز خستگی جنگ روز قبل را به تن داشتند با ورود قوای کمکی که از پای تخت آمده بود جان تازه ای گرفته و بی محابا خودشان را به صفوف متراکم دشمن می زدن. از طرفی سپاهیان سپه بود که به امید کسب پیروزی قدم به میدان گذاشته بودند وقتی دیدن برای دشمن قوای کمکی عمده ای از راه رسیده بر خود لرزیدن. هنوز ارتعاش بدن آنها رفع نشده بود که سپاهیان بهرام یک دفعه از جای کنده شدند و با شدت به آنان برخورد نمودند. سپهبد و افسرانش چون دیدن سربازان پاک روحیه خود را باخته و در برابر فشار لشکریان دشمن عقب می نشینند فوراً به تکاپو افتادند. سپهبد خطاب به افسرانش گفت وظیفه اصلی شما در وحل اول این است که روحیه سربازان را بالا ببرید و حالت یأس و ناامیدی را در وجود آنها بکشید. هنوز سخنان سپه بود تمام نشده بود که ناگاه دو گروه از سواران بهرام که همگی سنگین اسلحه بودند مانند طوفانی شدید که یک دفعه پیدا شوند به جناهین سپاه شورشی که از پیاده نظام تشکیل شده بودند حمله ور شدند. در مدت کوتاهی که برای سپه بود باور نکردنی بود پیاده های هر دو جناح را در هم ریخته و قبل از اینکه فرماندهان سپاه مقابل بتوانند عکس نشان دهند خود را به پشت جبهه دشمن رسانده و از عقب دست به حمله دیگری زدند همزمان با حمله سواران پیاده نظام بهرام نیز دست به کار شده حملاتشان را متوجه قلب دشمن نمودند صبح آن روز سپه بود سیامک مانند روز قبل آماده شده بود که به هر روشی که هست حمله نهایی خود را شروع کند. در اولین ساعات جنگ پیروزی را نصیب سربازانش کند اما ورود قوای نیرومند کمکی نقشه او را برهم زد و کار به جایی رسید که اکنون میدید خود و سربازانش به محاصره دشمن آمده و چاره ای جز تسلیم یا کشته شدن ندارند. در این موقع که سپه بود و لشکریانش به محاصره قوای بهرام درآمده بودند. در یکی از خانه های گنجک نیز ده ها سرباز تا دندان مسلح فرد دیگری را که کسی جز خسرو نبود احاطه کرده بودند. اده یا سربازان به نوبت و با بیرحمی تمام با ضربات تازیانه پشت خسرو را نوازش می دادن و چند تن دیگر هم دستهای او را از دو طرف گرفته و با آخرین قدرت می کشیدند. در این میان مردی قوی هیکل که چهرهی کریه و چشمان وزق مانند و خونینش حکایت از قصاوت قلب و درند رنده خویی او بود هر از چندگاهی وقتی که میدید سربازان به شدت خسته شده ان پیش می آمد و خطاب به خسرو که چشمانش بسته بود می گفت آیا حاضری چرا که ما می خواهیم برای پدرت بنویسی و آن را مهر کنی و با این کار هم ما و هم خودت را آسوده کنی؟ اما خسرو در حالی که چشمان نیمه باز و بیفروغش را به آن مرد دوخته بود از میان لبهای خونین و خشکیده اش کلمه نه را به سختی ادا می کرد و بعد مانند افراد بیحال به این طرف و آن طرف متمایل می شد و چند دقیقه بعد این صحنه مجددا تکرار می شد. سربازان به قطری او را شکنجه کرده و آزارش نموده بودند که خودشان از شدت خستگی نمی توانستند بر روی پاهایشان بیستند. ادهی از سربازان نیز دلشان برای خسرو به رحم آمده بود و میل داشتند که او را به حال خود رها کنند اما نمیتوانستند. زیرا سپه بود دستور داده بود تا وقتی که پیشنهاد آنها را قبول نکند باید همچنان او را عذاب دهند. هر وقت که چشمان خسرو بر روی هم می افتاد و بیهوش می شد، فورا یک سطل آب سرد بر سر و رو رویش می و او را به هوش می آوردند و بعد دوباره کارها را تکرار می کردند. اما مثل اینکه خسرو برای جانش کمترین ارزشی قایل نبود زیرا در برابر تمام شکنجه ها مقاومت می کرد و فقط کلمه نه را بر زبان می آورد. روز به نیمه رسیده بود که سربازان یک دفعه متوجه شدند که بر اثر افراد در شکنجگری ناگاه بدن خسرو متشنت شد و به دنبال آن گردنش به عقب متمایل گردید. نفس او به آهستگی بیرون می آمد و صدای زربان قلبش که در آغاز بسیار تون می زد دیگر شنیده نمی شد. سربازان وقتی حالت خسرو را دیدند و فهمیدند که دیگر زربان قلبش نمی زند یقین حاصل کردن که او جان سپرده است. از این رو همان مردی که مرتب از خسرو پرسش می کرد جلو آمد و در حالی که خنجر تیز و برنده اش را به دوستانش نشان میداد، خنده کنان گفت. توجه کنید برای آنکه انتقام همه را از هرمز بگیرم و در زم اولین کسی باشم که این شاه ظالم و ستمگر را در مرگ پسرش ازادار کنم خوب به من نگاه کنید مرد زش رو پس از ایراد این سخنان به آرامی دست مسلح به خنجر را بالا برد و در حالی که قلب خسرو را نشانه رفته بود آماده فرود آوردن آن شد اما درست در همین لحظه از بیرون خانه صدای پاهای زیادی شنیده شد که به این طرف و آن طرف می دویدند. مرد زشرو و همینطور بقیه سربازان همین که صدای پاها را شنیدن ناگهان رنگ از صورتشان به پرواز درآمد. دانستند که اتفاق ناگواری رخ داده است. مرد زشرو که به نظر می رسید جانشین سپه نیز می باشد بعد از اینکه نگاهی به جنازه بی حرکت خسرو افگند خنجرش را از راه پنجره به درون باغچه پرتاب نمود و یکی از سربازان را به بیرون فرستاد تا ببیند که چه خبر است. سربازی که برای آوردن خبر رفته بود هنوز به وسط حیات نرسیده بود که در همین وقت ناگهان کمندی به دیوار حیات متصل شد و در یک لحظه سربازی جوان از آن بالا آمد و با دیدن مردی که در حیات بود خود را به روی او افکند و پس از آن که خنجرش را تا دست در پهلوی او فرو کرد از جای بلند شد و با شتاب به یکایی که اتاقها سر کشید تا اینکه به اتاق شکنجه رسید سرباز جوان وقتی خسرو را دید که در میان زیادی بر زمین افتاده در همان حال که به سوی سربازان دشمن حمله ور میشد فریاد کشید عجله کنید دوستان شاهزاده اینجاست سربازان سپهبد وقتی دیدن فقط با یک نفر طرف هستند فورا او را احاطه کردند اما سرباز مهاجم آنقدر در برابر آنان پایداری کرد تا اینکه چند تن از دوستانش از کمند بالا آمده و بالاخره به او ملحق شدند آنها با مشاهده سر و صورت خونین خسرو به تصور اینکه او کشته شده است با خشمی هرچه تمامتر به شکنجهگران حمله ور شدند سربازان سپه بود وقتی به اشتباه خود پی بردند و دانستند که عده زیادی از افراد دشمن وارد خانه شدند چون هرگونه مقاومتی را بیهوده میدیدند به ناچار شمشیرهای خود را بر زمین نهاده و تسلیم شدند و سربازان تازه وارد فوراً آنها را احاطه کرده و سپس دست همگی را از پشت بستند سرباز مهاجمی که پیش از بقیه وارد خانه شده بود وقتی برای دومین بار چشمش به سر و صورت خونین خسرو افتاد به طرفش رفت و بعد از معاینه اشقتاب خطاب به دوستانش گفت افسوس افسوس که اندکی دیر رسیدی بقیه سربازان چون دانستند که خسرو درگذشته ناگهان رنگ از صورتشان پرید و نگاه های خشمین و کینه توزانه خود را متوجه شکنجه گران کردند یکی از سربازان قطع پارچه ای را بر روی جسد خسرو انداخت و بعد سکوت و اتاق را فرا گرفت. سرانجام بعد از چند دقیقه یکی از سربازان سکوت را شگست و به دیگران گفت. پیشنهاد می کنم به جای اینکه در اینجا به انتظار رسیدن فرمانده بهرام باشیم کسی را به اردو بفرستیم و از او کسب تکلیف کنیم. سپه بود با همه جلال و شکوهی که برای خود تصور می کرد با رنگی پریده در مقابل بهرام ایستاد بهرام میگفت: اگر زندان ولیه را به ما نشان دهی شاید بتوانیم به موقع او را نجات دهیم در مقابل من هم قول میدهم از شهنشه برای تو تقاضای اف نمایم اما سپه بود که لبان خود را می جوید اظهار داشت من و افرادم به این وسیله از خاندان هرمز انتقام گرفتیم و اکنون گمان نمی کنم تا حال خسرو زنده مانده باشد بهرام در ابتدا با لحن ملایم و با مسالمت میکوشید او را تطمی کند و فریبش دهد اما او همچنان مهر سکوت بر لب زده و سخنی بر زبان نمی آورد حتی برای ترسانیدنش به جلاد دستور داد که او را وادار به حرف زدن کند ولی او باز هم چیزی نگفت بهرام با مشاهده لجاجت سپه بود یک دفعه فکر جدیدی به مغزش خطور کرد از همین رو خطاب به آن دسته از سربازان سپه بود که به اسارت در آمده بودن گفت هر یک از شما که محل زندان ولیت را به من نشان دهد قول می دهم از سای او را آزاد کنم سپه بود وقتی دید بهرام می خواهد با استفاده از ضعف سربازانش به محل شاهزاده پی ببرد با این زد فریب او را نخورید مراقب باشید و چیزی نگویید در غیر این صورت اگر خسرو نجات پیدا کند نه تنها همه ما کشته می شویم بلکه خاندان ما را نیز از روی زمین بر می پس همان بهتر که همه ما کشته شویم ولی خانواده های زنده بمانند بهرام وقتی دید سربازان اسیر بعد از شنیدن سخنان سپه بود سر به زیر و سکوت نمودن از آنها نیز معیوس شد و در صدد این بود که فکر دیگری بیندی شد. که در همین موقع یکی از سربازان سپه بود پیش آمد و گفت اگر قول دهید که بدون هیچ قید و شرطی مرا آزاد کنید محل شاهزاده را به شما نشان می بهرام با خوشحالی شانه های سرباز را گرفت و گفت قول می دهم هم آزادت می کنم. یعنی پس از آنکه محل شاهزاده را به ما نشان دادی می توانی به سر خانه و زندگی خودت بازگردی. سرباز مذکور بعد از آنکه از بهرام قول گرفت پیشاپیش پیش ادعی که بهرام در اختیارش گذاشته بود به طرف شهر حرکت کرد. آنها وقتی که به شهر رسیدن به سرعت از چند خیابان و کوچه پرپیچ و خم گذشتن و همانطور که دیدیم به محل زندان خسرو وارد شده و تمام کسانی را که در آن خانه بودند دستگیر نمودند. اما بعد از آنکه گمان کردن خسرو کشته شده هیچ یک جرأت نکردند که نزد بهرام بروند و واقعی قتل شاهزاده را به او اطلاع دهند. زیرا خوب میدانستند که شنیدن این خبر برای فرمانده محبوب آنها چقدر ناگوار است سرانجام چون دیدن مسکوت گذاشتن این موضوع به نفع هیچ یک از آنها نمی باشد یکی را از میان خود برگزیدند و او را مأمور نمودند که این خبرشون و ناگوار را به اطلاع فرمانده کل برساند بهرام بدون آنکه لحظه ای بیاسایت منتظر خبر نجات خسرو بود که ناگاه یکی از سربازانی را که مأمور نجات خسرو کرده بود در مقابل خودش دید. سرباز وقتی بهرام را متوجه خود دید اظهار کرد. قربان ما اندکی دیر رسیدیم و متاسفانه افراد این جلات شاهزاده را از پای درآورده بودند. بهرام به محض وقوف از خبر قتل خسرو چنان از خود بیخود شد که با همه جوان مردیی که همواره در این گونه مواقع از خود نشان میداد بی اختیار جلو رفت و مشت محکمی به صورت سپه بود نواخت. سپه بود بدون آنکه از این ضربه خم به ابرو بیاورد پوز خندی زد و گفت عاقبت انتقام خون هزاران بیگناه را از هرمز گرفتم و اکنون آماده هستم تا مرگ را پذیرا باشم. بهرام با فریادی بلند حرف سپه بود را قطع کرد. به دی از سربازان دستور داد که او را ببرند و به فجیه ترین وضعی به قتل برسانند. سپس به اتفاق سربازی که خبر کشته شدن خسرو را آورده بود راه زندان را در پیش گرفت. ساعتی بعد وقتی که بهرام پای به درون خانه گذاشت بی اختیار احساس اندوهی فراوان کرد. به طوری که چیزی نمانده بود اشکش از چشمانش جاری شوند. چون میدید بعد از تحمل آن همه زحمت و مشقت به نتیجه دلخواه دست نیافته و بلتب در نظر شاه ارزشی را که باید نخواهد داشت. پس از آنکه که قسمت های مختلف خانه را از نظر گذران با قیافه غمگین و اندو به اتاقی که سربازان به نشان دادن نزدیک شد. اما وقتی که به اتاق وارد شد از وحشت و تعجب بر جای خود خشک شد زیرا خسرو را دید که بر روی زمین نشسته و با چشمانی که به سختی باز می شفت به اطرافیانش خیره شده. خسرو برخلاف تصور سربازان نمرده بود بلکه در اثر شکنجه های بسیاری که بر او وارد کرده بودند دچار ضعفی شده بود و بدان حال که سربازان دیدن درآمده بود. انگامی که بهرام وارد شد او به گمان اینکه سپه بود بازگشته تا مجددا شکنجه اش کند چشمان نیمه بازش را اندکی کشود و بعد از گفتن کلمه ی نه دوباره بیحال شده و به روی زمین در بهرام که از مشاهده زنده بودن خسرو دست و پایش را گم کرده و نمیدانست چه کار کند با خوشحالی به طرف او رفت و گفت شاهزاده عزیزم آیا صدای مرا میشنوید اما خسرو که دیگر قوای چندانی برایش نمانده بود از شدت ضعف و ناراحتی چشم برهم نهاد و بهرام بیدرنگ به دنبال پزشک فرستاد پزشک به محض ورود تمامی سربازان بهرام را از اتاق بیرون کرد و بعد از آنکه بر زخمهای خسرو مرهم گذاشت و داروهای مقوی و مؤثری به او خورند روی به بهرام کرد و گا.